حال پیامک ها و نوبت بودی به اساس اون جدول برنامه‌ریزی شده ای که طرف های تنظیمی ورسن برای ما به نوعی تنین کردن و توافق شده ارسال خواهد شد، ولی با توجه به اینکه ما در روزهای اخیر تأخیر در ورود ورسن رو داشتیم و شرکت ها و کشورهایی که قرار بود به احراق ورسن رو تحریم بدن، حداقل اینی که تا امروز تأخیر داره، قاعدتا این برنامه ممکنه مطابق جدول زمانبندی پیش نرود، چون که در کشورهای دیگه در اروپا و سایر کشورهای که واکسیناسیون انجام شد در حالت مختلف متاسفانه این فراز و فرودها مشاهده شد و به نظر میاد فعلا حداقل هنوز این فراز و فرودها در برنامه واکسیناسیون تا حد زیادی قابل اجتناب و پیشگیری نباشه. ولی به هر حال عزیزانی که مراجعه کردن احیانا در برخی مراکز شهرستان و استانهایی که خاطر اولویت قرار دادن واکسیناسیون روز اول روز دوم بودن نتونستن بگیرند، نگرانی نداشته باشن. این فاصله زمانی تعیین شده عموما فاصله بهترین فاصله زمانی بین دو دوز نیست، بلکه حداقل فاصله زمانی است برای بین دو دوز مقرر شده و اغلب واکسن‌ها که امروز در دست هست با طولانی شدن این فاصله نه تنها مشکلی نخواهند داشت، حتی بعضا برخی از واکسن‌ها با توجه به ساختاری که دارن توصیه شده که به نوعی از فاصله زمانی 3 هفته 4 هفته 1 ماه 2 ماه 3 ماه حتی فراتر بره این فاصله، به اضافه اینکه اولویت با تزریق اول هست، چون تزریق اول و دوز اول یه ایمنی پایه و حداقل‌هایی از ایمنی رو ایجاد خواهد کرد و خود این ارزشمند است. لذا اگر جایی مجبور به انتخاب بین دوز دوم و دوز اول بشیم، طبیعتاً دوز اول مقدم هست تا زمانی که دوز دوم برسه، با توجه به اینکه تلاش کردن همکاران و سازمان های دیگه که به هر حال در خونه دیگه چنین کاری دارن که در روزهای آتی انشاءالله ما دریافت کنیم، این محموله هایی که بدون با تأخیر تا امروز به کشور ارسال نشده است، هر به محض ورود اون محموله ها دوز دوم این عزیزان هم با یه فاصله زمانی مناسب تزریق خواهد شد. هیچ دغدغه و نگرانی از لحاظ ایمنی‌زایی و سرپوشی واکسن نداشته باشند. همین که واکسن روز اول دریافت شده، خودمون به هر حال یک ایمنی پایه اینجا خواهد کرد با رعایت پروتکل ها. حتما فضا و وضعیت بهتر از چیزی که قبل از اون هست.